بین صدها پیغام و ویدیویی که ما از طرف شما اخیراً دریافت کردیم به تعدادی برخوردم که از طرف خانواده شهدا و جانبازان برای ما فرستاده شده بودند. جانبازان، خانواده شهدا، مفقودین، اسرا، آزادگان و رزمنده ها، کسانی که ایران حفظ مرزهای امروزیشو مدیونشونه. جانبازی که با اصابت ترکش به کمرش صدمه دیده و نمیتونه از پله ها بالا بره. جانباز دیگه ای که حس حرکتیش از دست داده و کنار ساختمون بنیاد شهید نشسته و از مردم کمک میخواد. خدا کرم خوردن، به پیر کرم خوردن. من به خاطر امام رفتم، به خاطر وطنم رفتم. وطن کجا زنان به داد من برسه؟ میرم میگم آقا بدیم در راه خدا، فقط صدقاتانو بدیم به. میگم بنیاد شهید صدقه ندارم. به خدا مثل سک به تاف میکنن، مثل لجن، مثل توفاله بیرونم میدونم. به خاطر خدا اینو پس کن برام. میدونم پس کنم. یعنی سازمان و نهادی نیست که از این افراد حمایت کنه؟ توی همه کشورها نهادی هست برای رسیدگی به این افراد. در ایران بنیاد شهید مسئول رسیدگی به این افراده. بنیاد شهید و جانبازان ایران یک سال بعد از انقلاب 57 به دستور آیت الله خمینی و به ریاست مهدی کروبی به منظور حمایت و سرپرستی از خانواده کشته شدگان جنگ تأسیس شد. آقای کروبی تشکر کنم که ایشان یک فردی هستند که خدمتگزار به این ملتند و بنیاد شهدا بهترین بنیادهایی است که ایشان به حمد الله موفق شدند و با توفیق الهی اداره می کنند. میخوام با این بنیاد تماس بگیرم ببینم میتونم آخرین آمار رو از تعداد افراد تحت پوشش این بنیاد داشته باشم. سلام آقا، خسته نباشین. سلام علیکم. خواستم چند تا سوال بپرسم در مورد تعداد افرادی که تحت پوشش بنیاد شهید هستن. این آمار نمیشه بود لحظه ایه. شما الان قدم به مرکز آمار ایران خودمون که ردش یه تابلو داره، همینطور داره درجا میچرخه، تعداد فوتی ها، تعداد متولدین. هی اون داره خب اینا تعدادشون مشخصا نمیتونی حتی میانگینم بهمون بگین؟ نه این نمیشه. بسیار خب، ممنون، متشکرم، خدا نگهدار. خب همونطور که شنیدین عدد مشخصی رو به ما ندادن، ولی گفته میشه در حال حاضر 3,200,000 نفر خانواده شهدا و ایثارگران تحت پوشش این بنیاد هستن که به گفته حمید علی صمیمی رئیس بنیاد شهید استان تهران به این افراد توی زمینه‌های مختلف از جمله مشکلات اقتصادی، مشکلات درمانی، ازدواج و مسکن کمک‌های ویژه‌ای میشه و حتی تقریباً 70 میلیون تومان تسهیلات وام مسکن قراره به جانبازان بالای 15% داده بشه که در تهران هستن و 60 میلیون تومان هم برای جانبازان بالای 15% که در استان‌های دیگه زندگی میکنن. هموطنان، ملت ایران، بنده به عنوان یک ایرانی 8 سال در جنگ با عرب به خاطر احتفاظ خاک و آب و ناموس و شرف این مملکت بدون ریالی جنگیدم. همچون من از 15 سالگی راهی چوه ها شدم و برگشتنی شدم نردبان و ترقی خیلی ها. به علت نداشتن وضعیت خوب و مالی دو تا دانشجوی تحصیل کرده با معدل بالا ترک تحصیل کرده. در خونه قدیمی ساکنم که صاحب خونه هم به دلیل درخواست اضافه و من نداشتن آن جوابم نموده است. من یه جانباز 25 درصدم. یه فیش حقوقی منه. 356 تومن و خورده. 900,000 تومان کرایه خونه میدم. بعد عرضم به خدمت شما 32-33 ماه هم تو منطقه بودم. گلگی نمی کنم که بودم، چرا مجبور شدم، وظیفم بوده، رفتم برای میهنم، برای مملکتم رفتم، توانایشو داشتم رفتم. ولی اینجا سوال اینجاست که بپرسین ببینید با 300 تومان کسی میتونه زنده بمونه تو شهر تهران؟
اگه این رسیدگی ها واقعا وجود داره، پس چرا این افراد شاکی هن؟ اصلا حقیقتا اهمیتی نمیدن به این که آقا ما جانباز هستیم باید رسیدگی کنن. من 4 تا 5 تا بچه دارم که اونم دانشجو بودن، به خاطر وضعیت معیشتیه که نتونستم تأمینشون کنم ترک تحصیل کردن. الان قول ما خودش را هیچ خوبی از بزن نگیرستیم. من خونه پدریم و خودتون خرج خودم کردم. من حضنه درمان ما رو بدم. ولی مفصلون از زمان احمدیزت اون حضنه ما هم دیگه گردن نمیگیره برنیاد. ما سبب دقیقا میگیره اگر جانبازی بالای 25% بیشتر از 25% خدمت کرد مصبفه میگه مطابق سنوات اضافه کاش بود بهشون پارش به سنوات بدید. چون به هم مثل میگه شما چون کارمند دولت از حقوق از دولت میگیرید به شما هیچی تعلق نمیگیره. ببینم بنده به کسایی میده که در راستای اهداف این حرکت میکنه. من مادر 3 تا شهید دیدم توی بنیاد با چش خودم که برای 5 میلیون پول پیش خود لنگ بود. بعد مادر شهید دیدم که هر سال دوبار میره بچه. بر اساس گفته های این جانباز حتی توی این زمینه هم خودی و غیر خودی وجود داره و در صورت عدم همکاری سیاسی با این نهاد این افراد از حمایت های لازم برخوردار نمیشن. ولی آیا همیشه همینطور بوده؟ برای فهمیدن این موضوع به دنبال شخصی بودم که از ابتدا با این بنیاد بوده. مجتبی واحدی، معاون و مشاور حجت الاسلام کروبی، اولین سرپرست بنیاد شهید که این روزا در آمریکا زندگی میکنه. میخواستم یه مقدار درباره تاریخچه بنیاد و روزهای اولیه‌اش و اینکه کلاً محدوده وظایفش چی بود برامون بگید. در اسفند سال 58 اگه اشتباه نکنم 22 اسفند سال 58 آقای خمینی حکم صادر کردن به نام آقای کروبی و تشکیل بنیاد شهید رو خواستار شدن. در اونجا هم اگر به حکم نگاه بشه بیشتر یا تقریبا همش ارائه یک سری خدمات به خانواده شهدا بود. به دلیل اینکه تجربه هم خیلی نبود، اگر حکم آقای خمینی رو شما ببینید به مسائل خیلی جزئی هم اشاره شده، حتی مثلا کارت مجانی اتوبوس از این مسائل. بعدها البته توسعه پیدا کرد، حکم ایشون صادر کردن در سال 66 یا 67 برای مسائل فرهنگی و سهمیه دانشگاه اونا، که البته اونم به نظر من بیش از اینکه واقعیت داشته باشه باعث یک نوع منت بیخودی بر سر خانواده شهدا بود. طبیعتاً بسیار از خانواده شهدا بچه‌هاشون بچه‌هایی بودن که می‌تونستن در دانشگاه هم قبول شن. یک جوی علیهشون درست شد. به نظر من از کارهای غیر منطقی و غیر خردمندانه بود کار خمینی کردن، باعث شد که بسیار از افرادی که به طور طبیعی فرزندانشون در دانشگاه قبول می‌شدن متهم شدن به اینکه از این سهمیه استفاده می‌کنن، و بعضی از افرادی هم که حالا به حق یا ناحق از ورود به دانشگاه منع می‌شدن این رو از چشم خانواده شهدا می‌دیدن. نمی‌گم هیچ خانواده شهیدی از این قضیه در واقع بهره‌مند نشده، یا مثلا کسی که خیلی کفایت تحصیلی نداشته نرفته وارد دانشگاه نشده، من این رو عرض نمی‌کنم، اما به هر حال در این حدی نبود که تلقی می‌شد. درباره امتیازاتی که بنیاد شهید توی روزهای اولیه به مردم میداد، به افراد تحت پوششش میداد، یه مقدار برامون بگید. در اون زمان یک وضعیتی بود که ارتش خودش حقوق خانواده شهداش رو پرداخت می‌کرد. خانواده شهدای بسیج و سپاه از بنیاد شهید حقوق می‌گرفتن که سطح حقوق هم خیلی سطح حقوق بالایی نبود، در حد حقوق کارمندی بود. البته یک سهمیه مثلا خودرو بود که طبیعتاً تعداد خودرویی که واگذار میشد به عنوان سهمیه خانواده شهدا در مقایسه با تعداد خانواده شهدا خیلی زیاد نبود، ولی به هر حال بازم یک سهمیه بود. بعدها هم تو که عرض کردم در نیمه دوم دهه 60 بحث سهمیه دانشگاه مطرح شد. یک اولویت اشتغال بود که بنیاد شهید معرفی میکرد، اما اینکه حالا چقدر سازمانها و وزارتخانه‌ها تمکین میکردن یه بحث جدایی بود. بیشتر خدماتی که در سایر کشورهای دنیا خود سازمانهای مطبوع افراد به حالا کشته شدگانشون یا قربانیانشون ارائه میکنن بنیاد شهید ارائه میکرد. میتونیم بگین به ما که بودجه این بنیاد در اون روزها چطور تامین میشد؟ بنیاد شهید دو تا منبع بودجه داشت. از اول یکی همون بودجه دولتی که بهشون میدادن، و یکی همون مصادره اموال. البته مصادره اموال از 2 سال بعدش شروع شد. دو تا سازمان داشت. حالا به هر حال سالها گذشته، من خودم بیش از 20 سال از بنیاد شهید 24 5 سال از بنیاد شهید اومدم. برای اشتباه نکنم دو تا سازمان بود، یکی اسمش امور اموال مسترد شده و یکی امور تامین و سرپرستی اموال، و بنابر این بود که درآمدهای حاصل از اینها در اختیار قرار بگیره و واقعا هم میومد. امروز بخشی از بودجه این بنیاد از بودجه کل کشور تامین میشه که سال گذشته یعنی سال 95 بودجهش 9000 میلیارد تومان بوده که تقریبا 56 برابر بودجه کل سازمان حفاظت از محیط زیست هست. علاوه بر این بودجه هنگفت، فعالیت‌های اقتصادی و زیرشاخه‌های اقتصادی این سازمان هم به سرمایه‌اش اضافه میکنه. پس از به قدرت رسیدن آیت الله خامنه‌ای، یعنی حدوداً 10 سال بعد از تأسیس بنیاد شهید، مهدی کروبی از سمتش به عنوان رئیس این بنیاد استعفا داد
و فعالیت‌های این بنیاد که دیگه مستقیماً زیر نظر نماینده رهبر اداره می‌شد، کم کم وارد حوزه‌های مختلف اقتصادی شد. از زیر شاخه‌های اقتصادی و دو بازوی اصلی بنیاد شهید میشه به دو مؤسسه کلان سازمان اقتصادی کوثر و مؤسسه شاهد اشاره کرد. سازمان اقتصادی کوثر به عنوان بزرگترین اهرم اقتصادی بنیاد شهید، مالکیت لیست بلندی از شرکت‌ها و مؤسسات مالی رو در اختیار داره. رد پای این سازمان تقریبا در تمامی بخش‌های کلان اقتصادی کشور دیده میشه. ارزش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان اقتصادی کوثر 3000 میلیارد تومانه. محمد رضا اسکندری، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی کوثر، توی مصاحباتش گفته که شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان در سال 91 320 میلیارد تومان سوددهی داشتن. با این همه سرمایه و درآمد، رسیدگی به این افراد نباید کار سختی باشه. پس مشکل کجاست؟ با بنیاد شهید تماس گرفتم، ولی روابط عمومی به مدیریت و مدیریت به روابط عمومی منو پاس دادن و آخرش هیچ که هیچ. گوشی داشته باشم دادم مدیریت ها بپرسی دیگه. بعد مورد رو باید از روابط عمومی ما پیگیری بکنی. روابط عمومی یعنی چی؟ روابط عمومی کارش هم ما که مرکز نشر اطلاعاتمون نیستیم که، باید روابط عمومی رو گذاشتیم برای همین دیگه. درست میام؟ میخوام با سازمان اقتصادی کوثر تماس بگیرم ببینم از اونو میتونم چیزی در این باره بپرسم یا نه. با سازمان کوثر از نظر قانونی، از نظر قانونی وظیفه مستقیم خدمات به خانم شهدا رو که نداره، پولش رو میده به بنیاد، بنیاد وظیفه داره. اینا در بنیاد بپرسیم، نه سازمان کوثر. بعد از پایان دولت دهم، یعنی تقریبا 4 سال پیش، پرونده‌ای به ضخامت 500 صفحه برای تحقیق و تفحص به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. پرونده فساد مالی در بنیاد شهید که با امضای 84 نماینده در 20 خرداد سال 92 کلید خورد. در این پرونده اقدامات و تصمیمات خلاف قانون و خارج از اختیار از طرف ریاست بنیاد، مثل مسدود کردن پرونده افراد تحت پوشش، برداشت غیرقانونی از حساب‌های افراد تحت پوشش و عدم واریز مجدد اون به حساب این افراد، بالا رفتن میزان شکایت از بنیاد شهید در مراجع قضایی و عادلانه نبودن پرداختی‌ها به افراد تحت پوشش، همینطور نبود شفافیت اقتصادی در فعالیت‌های این بنیاد و حیف و میل شدن 1700 میلیارد تومان و بالاخره اختلاسی 15 میلیارد تومانی باید مورد تحقیق قرار می‌گرفت. بر اساس خبرگزاری‌های مختلف، بعد از تحقیق و تفحص مجلس، ضخامت این پرونده از 500 صفحه به 14 صفحه کاهش پیدا کرد که گفته شده بود قراره در صحنه علنی مجلس خونده بشه، ولی با گذشت 4 سال هنوز این اتفاق نیفتاده. به وبسایت مرکز پژوهش‌های مجلس رفتم تا ببینم آخرین خبرها درباره این پرونده چیه، که به یه چیز جالب برخوردم. قانون اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید جمهوری اسلامی مصوب سال 1377، که به نظرم خیلی جالب اومد که این اصلاحیه چی بوده که سال 1387 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده. چون مسائلی مقدار قانونی هست، میخوام با آقای فرشتیان که حقوقدان هستن در این باره سوال بکنم و نظر اونا هم درباره این اصلاحیه بپرسم. ماده 10 که مربوط به وظایف رئیس بنیاده، این اومده در اون ماده 12 قبل که در حقیقت ماده 12 قانون اصلی یه تغییراتی داده، 6 تا بند اضافه کرده، بند 5 تا 11. بند 11 میگه تأسیس، ادغام، انحلال یا واگذاری شرکت‌های واحدهای اقتصادی بنیاد در چارچوب و قوانین و مقررات و مصوباتی از اومنا. اینجا دست رو باز میگذاره که شما از قوانین مصوب و جاری دولت در مورد شرکت ها و مؤسسات دور بزنید. سال 1387 دوره ای بود که مسعود ضریبافان ریاست بنیاد شهید رو بر عهده داشت. بیشترین موارد اختلاس و فساد مالی در بنیاد شهید در دوره ریاست ضریبافان اتفاق افتاده. هرچند مسعود ضریبافان در یکی از مصاحباتش صراحتاً اعلام میکنه که نقش مدیریتی داره و نه نقش مالی، و به این ترتیب سعی در دور نگه داشتن خودش از اختلاس ها میکنه.
به تعویق افتادن این پرونده شاید به دلیل وجود نام افراد پرنفوذی باشه که درش آورده شده، مثل مسعود ظریف‌آفان، ریاست اسبق این بنیاد، و همینطور محمد جواد ایروانی که شاید کمتر اسمی ازش توی رسانه‌ها برده شده، ولی شخصی که ریاست سازمان اقتصادی کوثر یعنی محمد رضا اسکندری رو از سال 1388 داره حمایت میکنه. گفته میشه ایروانی هم در سازمان بازرسی کل کشور صاحب نفوذه و هم کلیه عملیات‌های حسابرسی مؤسسه مفید راهبر که همون حسابرسی شرکت‌های تحت نظر بیت رهبریه زیر نظر او انجام میشه. ایروانی با نفوذ بسیار بالایی که در بنیاد شهید داره مانع رسوایی رسانه‌ای و قضایی در سازمان اقتصادی کوثر شده، تا جایی که حتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان قدرتمند بازرسی کل کشور هم توان دخالت در امور سازمان اقتصادی کوثر رو نداره. یکی دیگه از افرادی که توی این پرونده ازش نام برده شده سردار احمد شفیع‌زاده است که البته در ارتباط با تخلفات مالی بانک دی و صرافی دی در شهریور ماه سال 95 بازداشت شد. بانک دی یکی از زیرمجموعه سازمان اقتصادی کوثر که عمل کردش در سال 93 11000 میلیارد تومان اعلام شده. سردار احمد شفیع‌زاده به دستور دادستانی تهران به دلیل فساد مالی راهی زندان شد. این فرد کسیه که زمانی از طرف دولت احمدی نژاد نشان قهرمان صنعت و اقتصاد ایران رو دریافت کرده بود. از طرف دیگه دو نماینده‌ای که در طی این سالها به شدت به دنبال افشا شدن فساد مالی در بنیاد شهید بودند، به نظر بی‌دلیل نبوده. اون دوستا که نماینده بودن قبل از نمایندگیشون در بنیاد چهل مدیر کل بودن و دو تا از استانه شمالی و غربی کشور، و به خاطر استفاده از امکانات بنیاد شهید و تبلیغات انتخابات مجلس برکنار شده بودن. بعد که وارد مجلس شدن خب رفتن سراغ همچین داستانی. در همین رابطه مسعود ظریف‌آفان این دو نماینده پیگیر تحقیق و تفحص رو تهدید به افشاگری کرده و گفته آقای جعفرزاده خودشان متخلف هستند، چرا که وی در زمانی که بر صندلی مجلس تکیه زدند به عنوان مشاور از بنیاد شهید نیز حقوق دریافت می‌کردند و من تاکنون این مسئله را که نشانه تخلف ایشان بوده بیان نکردم. این یعنی این آقایون در حالی از دو نهاد حقوق می‌گیرند که جانبازانی که کار می‌کنند و درآمد دارند هر چقدر که این درآمد ناچیز باشه و از پس مخارج زندگیشون برنیان از امتیازات و مستمری‌های بنیاد شهید محروم می‌مونند. تا کی باید قربانیان این فساد همچنان با شرایط سخت زندگی دست و پنجه نرم کنن؟ رنج و درد مردان و زنانی که زمانی قهرمانان کشور بودن اما حالا گویا از یاد صاحبان قدرت رفتن، با این اوضاع آیا اونا حاضرن به فرزندانشون یاد بدن که میشه به اربابان قدرت اعتماد کرد و یه روزی در روز مبادا حاضر بشن جونشون رو در راه میهن فدا کنن؟